سلام و روز خوش، من ایمان شیخ‌انصاری هم. تو این ویدیو میخوایم با هم مرور کنیم چطوری میتونیم اصلا یک کامپوننت برای لیدی باکانیبی بسازیم که هر چیزی که میخوایم، هر نتیجه‌ای که میخوایم، هر ورودی که میخوایم رو باش مدل کنیم. من خیلی ساده از یه مدل باکس شروع میکنم، میگم که یه باکس دارم در ابعاد 5 در 3 در 3، حواسم هست واحدم متره، همه چی اوکیه، اینو موفم میکنم و روی مرکز قرار میدم. میام سراغ خود کامپوننت های هانی بی روم فرام سالید رو انتخاب میکنم. بعد میام توی قسمت جیومتری یه دونه بی رپ تعریف میکنم. من این قسمت رو یه مقدار سریع تر میام، ست وان بی رپ هم رو میزنم، به جیومتری وصل میکنم. حالا من یه روم دارم، میخوام بهش یک پنجره بدم، پس اچ بی اپرتوابل ریشیو رو میارم. بعد میرم سراغ فست پارامیتر، وصلش میکنم به ریشیو، یه عدد نیم رو میدم برای جنوب. کارم با مدلم تمومه، فقط بابت اینکه یکم مسیر رو راحت تر طی کنیم، من اینجا ویژوالایز بای تایپ رو هم میارم. کار دیگه ای که میکنیم دیگه، میریم تو سراغ اچ بی انرژی، بعد میریم سراغ اچ بی. من ترجیح میدم که آدیاباتیک کنم. چی رو آدیاباتیک میکنم؟ تاگلم رو میارم، این بولین تاگل، این هم فست پارامیترم رو یه کپی و یه دورم پیست میکنم. همه ی جداره ها به جز جداره جنوبی آدیاباتیک میشه، این اکستریور وال هم. چیز دیگه ای رو هم که میخوام آدیاباتیک کنم تو این مدل، سقف و کفم هست. اینم از مدل من، اینم وصل میکنیم که ببینم. یه دورم چکش میکنیم، من این رو هایت کنم که مدل اصلیم رو ببینم و اینها هم هاید. اوکی نت. خب من مستقیم بدون اینکه هیچ چیزی بدم درجا میخوام برم سراغ مدل تو OSN. فقط اگه میدونیم، ما میدونیم که اینجا اچ بی آبجکت این مدل میخواد، پس برمیگردیم توی تب هانی بیمون. من اچ بی مدل رو انتخاب میکنم، رومم رو وصل میکنم و مدلم رو هم وصل میکنم. یه کار دیگه که الان لازم داریم ای پی دبلیو فایل هست. برای ای پی دبلیو فایل فقط مروری میدونیم که باید بریم توی لیدی باگ، دانلود ودر و این رو وصل کنیم به ای پی دبلیو فایل. یه دونه مسیر فایل آب و هوایی رو هم اینجا بیاریم. من اینو کپی داشتم، اینجا پیستش میکنم. البته که درست پیست نکرد، من دوباره کپی و پیست و اینم وصل به بدر. من تنها کار دیگه که باید بکنم این بولین تاگل ران و رات و ترو. حواسمون باید باشه که الان توی این مرحله با توجه به اینکه ما داریم از نسخه 1.6 استفاده میکنیم، انرژی پلاس و اوپن استودیوی که نصب کردید همسان باشه نسخش. خب همینطور که میبینید داره برای ما آنالیزا رو انجام میده، به تفکیک ما وارما پاش داره انجام میشه و الان هم ران پیریود های هر ماه رو داره. خروجی که ما به صورت متداول از این کامپوننت میگرفتیم دو تا خروجی بود دیگه. میرفتیم سراغ انرژی یوز اینتنسیتی که شاید خروجی اصلی ما بود. من اسکیل رو وصل میکنم، به من چند تا خروجی میده که میتونیم از این خروجی استفاده کنیم. خروجی اول و شاید مهمترین خروجی مصرف انرژی این زونمونه. بعد من دوباره پنل میارم. خروجی بعدی اند یوزمونه، این رو هم پنل میارم. و خروجی بعدی اینه که هر کدوم از اینا مربوط به چه موردی بوده. خب این که خیلی طبیعی و تو همه نسخه هم همینطوری بود. یه کامپوننت جدید اضافه شده الان به اسم HV Carbon Emission Intensity. همین کار رو برای ما انجام میده، از من فایل SQL میگیره. ولی اگه نگاه کنید اینجا یه اروری داره، آقا میگه، میدونیم دیگه الان این مدل اجباریه که به من لوکیشن کیلوگرم مگاوات اور رو میخواد. داستانش چیه؟ میگه آقا چه میزان CO2 به کیلوگرم به ازای هر مگاوات ساعت داره استفاده میشه.
اگه نگاه کنید میگه که آقا اگه از اون لیدی باگ لوکیشنتون تو آمریکا بود وصل کنید، من اینو میتونم خروجی بگیرم. خب لیدی باگ لوکیشن من کجاست؟ میام سراغ ال بی، بعد میام اینجا و این پورت لوکیشن هم رو من میارم از فایل ای پی دبلیو، لوکیشن هم رو خروجی میگیرم، وصل میکنم و میبینید که قرمز شد. چرا؟ لوکیشن من تهران، ایران، خارج از آمریکاست. باید چی کار کنم؟ سیم اینو قطع میکنم من دوباره. و اگه نگاه کنید میگه که آقا من عدد هم میگیرم، مثلا 800 رو برای حدود برای جاهایی که گرید یا شبکه برق شهری مبناش زغال سنگ یا نفته حدود 800. پس من اینجا یه عدد 800 رو وارد میکنم. حالا مثلا نمیدونم اصلا بابت اینکه عدد مشابه اون وارد نکنم، من 750 رو وارد کردم. از من چه اروری میده؟ میگه آقا به نظر میاد که ما شما داری از یه سیستم دیستریک هیتینگ استفاده میکنی، اینو تغییرش بده تا بتونیم دقیق تر حساب کنیم. من فعلا میذارم باشه و اعداد رو با هم مقایسه کنیم. دوباره مشابه همون حالت ما مصارف مونده. بله اگر من تأسیساتم رو یه مقدار دقیق تر معرفی میکردم قطعا این نتایج من هم بهتر میشد. فقط بابت اینکه یک دور مرور کنیم میریم توی HP انرژی، تبی که قرار باش تأسیسات رو تعریف کنیم HVAC و من تأسیساتی که میخوام تعریف کنم All Air. من این تأسیسات All Air رو میارم، از رومم به این روم وصل میکنم و All Air HVAC template هم رو هم میارم. من ترجیحاً تأسیساتی که میخوام انتخاب کنم مثلا یه تأسیسات نسبتا خوب انتخاب کنیم، پکیج VAB با سنترال ایر سویس و هیت پمپ برای ریهیت. اینم سیستم تایپ هم و حالا این روم رو وصل میکنم به خروجی مدلم که مستقیم آنالیز انرژی و همه این مواردش دوباره از اول انجام میشه. تا این محاسبات رو داره انجام میده ما این کار قبلا هم میتونستیم بکنیم دیگه، بر اساس اینکه هر کدوم از سیستم های ما دارن برق مصرف میکنن یا گاز، محاسباتش رو انجام بدیم، ضرب کنیم در نرخ نشر گاز، نرخ نشر کربن معادلشون و اون عدد رو حساب کنیم. فرایند سختی هم نبود، فقط بابت اینکه با هم مرور کنیم. این مثلا گزارشیه که پایگاه تلرسانی برق داده، مقدار کربن دی اکسید منتشر شده است مگاتون و اینجا هم حواسمون باشه که انرژیمون واحد ژوله، ولی خب هر کدوم از اینا ضریب داره. خیلی راحت و ساده میشه مقایسه کرد که آقا نیروگاهی که ما، این خیلی نکته مهمه، نیروگاهی که سایت ما در اونجا واقع شده داره چه نوع سوختی رو میسوزونه بابت اینکه به ما برق رو برسونه، یا ما داریم چه نوع سوخت گازی رو مصرف میکنیم، مثلا گاز طبیعی رو، و این اعداد رو ضرب میکردیم و حساب میکردیم. یعنی مثلا اگر بخشی از برق منطقه ما از نیروگاه بادی تامین میشه اینجا، حالا میشه این رو ضرب در ضرایب دیگه ای هم کرد که تا حدی دقیق تر این گزارش به ما ارائه بشه. من این رو میبندم بریم سراغ آنالیزمون. انجام شد. الان نگاه کنید وقتی من تأسیسات رو دادم دیگه اون ارور رو به من نداده و فن مصرفی من هم وارد سیستمم شد و اعداد نوشته شد. ولی خب این کامپوننت کربن انرژی اینتنسیتی جدید اضافه شده دیگه. من اگه میخواستم این کار رو قدیم انجام بدم قبل از اینکه این کامپوننت وجود داشته باشه چه راهی داشتم؟ ببینید اساسا ما هر خروجی از انرژی پلاس رو که مد نظرمون داشته باشیم میتونیم با یه کامپوننت ساده تحت عنوان HP load measure اضافه کنیم. من HP load measure رو میارم، اگرم روش وایسید خودش مثل بقیه کامپوننت ها توضیح میده که آقا میتونید برید توی اوپن استودیو یوزر داکیومنت رفرنس میجر رایتینگ گاید و خودتون میجرتون رو بنویسید یا انواع میجر رو ببینید. خب بریم این سایت رو ببینیم. من لینک این سایت ها رو هم داخل دیسکریپشن این ویدیو قرار میدم. یه دور با هم مرور کنیم. ما یه مدل OSM داریم، Open Studio مدل. بعد برای این یه سری شاخص تعیین میکنیم و دوباره ران گرفته میشه و خروجی داده میشه. داستان این چیه؟ خب من میخوام یه سری موارد مشخص رو بررسی کنم. اگه بگم همه خروجی های ممکنه Open Studio رو برای من بگیر که امکان پذیر نیست.
ضمن اینکه خب هر کدوم از این خروجی ها یک سری ورودی دقیق هم میخوان برای تعیین شدن، پس ما اومدیم یه چیزی رو تعریف کردیم تحت عنوان میجر. داستان چطوریه؟ ما اینجا یک فردی رو داریم که متخصص مدل سازی انرژیه. ما براش یک کانسپتی رو تعریف میکنیم، اون کانسپت رو تبدیل میکنه به یک کد و توی نرم افزار محاسبه میشه. این فرآیندیه که ما معمولا طی میکنیم. چرا؟ یه مشکل جدی که داره، حالا جدا از این که هزینه بره و زمان بره و اینا، اینه که یک نظارت یک به یک هم میخواد و این مشکل سازه. حالا راه حل جایگزین چیه؟ راه حل جایگزین اینه که ما خب از این سیستم میجر استفاده کنیم و اون رو در اختیار کاربرها قرار بدیم. اگر نگاه کنید اینجا نحوه نوشتنش و تولید فایل و همین مواردش هم موجوده، ولی من میخوام بهتون یه روش ساده تر رو معرفی کنم. خب این پیج گیت هاب منه و داخلش من دوباره لینک این رو هم میذارم. یه جا هست به اسم Open Studio Common Measure Gen. من وارد لایبری میشم. اینم برای من نیست، بقیه نوشتن، من فقط دارم ازشون باز استفاده میکنم. میرم سراغ Measure. بعد من چیزی که میخوام اضافه کنم، یعنی اد کنم به سیستمم، اگه نگاه کنید اینجا انواع حالت‌ها رو داریم. حتی شما میتونید که قیمت رو به ازای هر متر مربع هم برای کانستراکشن یا موارد اینطوریتون حساب کنید، انگار که دارید فهرست بها میگیرید، هزینه ساختمون از مدل انرژیتون حساب کنید، اگر البته خب دقیق مدل کرده باشید و با جزئیات. من چیزی که دنبالش هستم اینه که برای من امیشنم رو تعیین کنه. پس میرم سراغ چه پارامتری. من دنبال اولا یه چیزی میگردم تحت عنوان EMS یا EMS واسه Energy Management System یا EMS. Control F رو که تایپ کنید میتونید اینجا تایپ کنید. من مثلا تایپ میکنم EMS، بعد چون اینجا جن داریم زیاده ولی اینجا پیدا کردم Add EMS Emission Reporting. من اینو کلیک میکنم. اگه دقت کنید ما اینجا هم یه سری ریسورس داریم که اطلاعات هست، هم میجر داریم که برای روبی و اوپن استودیو استفاده هم میشه، هم یه میجر XML. بریم یه لحظه تو مدل گراساپرمون. تو مدل گراساپرمون میجر پس داریم، میگه آقا یه فولدر به من معرفی کن که توش چیا باشه. دقیقا همون دوتایی اونجا داشتی، میجر RB باشه که متعلق به روبیه و میجر XML. من اون فولدر رو دانلود کردم روی کامپیوترم دارم. این اون فولدر من، میرم اینجا آدرس، خیلی قطع کنید من فایلو نمیدم، آدرس رو اینجا کپی میکنم و اینجا دبل کلیک اینتر و وصل میکنم به میجر پس. آدرسم رو اینجا کنترل وی و اینتر. خب من وقتی این کارو کردم یه دفعه یه سری اطلاعات ورودی از من خواست. اطلاعات ورودی مثل چی؟ مثل ساب ریژن، فیوچر ایر و یا مسائل اینطور. خب من اینو از کجا بیارم؟ اگه نگاه کنید من مثلا بریم توی هیستوریکال ریژن، ایالت‌های آمریکا رو می‌بینیم دیگه. اینجا هم یادتون باشه از ما ایالت‌های آمریکا رو می‌خواست. داستان این از کجا؟ یکی از مجموعه‌های آمریکایی متناسب با شبکه برق شهری که توی آمریکا وجود داره و نحوه تامین انرژیشون تقسیم بندی انجام داده و هر کدوم از این زونا اسم دارن و مشخصات دارن و بر اساس اوناست که میزان نرخ نشر کربن مشخص میشه. و در واقع چیزی که اینجا از ما میخواد، پاور پروفایلری که اینجا داریم، همینی هستش که ما اینجا داریم و میتونید همینطوری بدید. من بابت اینکه فقط از این مرحله یه جورایی عبور کنیم و ببینید که نتایج چقدر شبیه همه، یه سری اطلاعات رو وارد میکنم. خب به ترتیب مثلا میام میگم که ساب ریژنم SRVCه. اون نکاتی داره که مثلا فیوچر ایر حتما باید زوج باشه. خیلی جالبه که اینجا هم اگه من روی ایر وایسم میگه که آقا اعدادی که به من میدی اعداد زوج باشه. مثلا من اینجا عدد 2030 رو وارد میکنم و هیستوریکالم رو هم میذارم رو 2019. این از این. خب تنها کاری که من لازمه بکنم الان اینه که این میجر رو وصل کنم به چی؟ مدل تو OSM. اگه نکنید دوباره آنالیزا شروع شد و امیدوارم که به زودی آنالیز ما رو هم بده. خب اگه نگاه کنید ما همه خروجی های ثابت رو از SQL مون داریم، ولی من اینجا میخوام برم سراغ یک کامپوننت جالب و اون HB Read Custom Result.
من SQLم رو وصل میکنم، اینجا به من میگه آقا output name برای من تعریف کن، من اینجا وصل میکنم با توجه به اون measure که داشتم و اینجا داخل فایلم تعریف شده، من باید output یا خروجی که از این میگیرم رو بنویسم. یه نکته خیلی 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 مهم بچه ها، measure چیز عجیب غریبی نیست دیگه، معنیش اندازه‌گیریه دیگه. شما هر measure که بخواید و به صورت شخصی میتونید تعریف کنید. خب من چیزی که برای اینجا میخوام بنویسم چیه؟ Future Hourly Electricity Emission که خیلی یه کار جالبی الان میکنه و برای ما نمودار ساعتی میده. چطوری بریم این نمودار ساعتی رو ببینیم؟ میدونیم که بعد بریم توی لیدی باگ و اولی پلاتمون رو بیاریم. خب این نمودار ما، اینم میریم داخل تاب. فقط بچه دقت کنید اینجا مگاتونه، چون مگاتون همه اعداد ما صفر شدن و اگه بخوایم اینو اصلاح کنیم دیگه شما آشنایید دیگه، میریم اینپوت ها و استرینگ هامون رو جدا میکنیم، ضرب در مثلا یه عددی مثل 1000 میکنیم که این بشه کیلو. یه نکته خیلی جالب رو اینجا ببینیم، من جدا از این میخوام برم توی تب دوباره هانی بی انرژیم، برم توی تب روم انرژی ریزالت و SQL هم رو وصل میکنم. من میخوام نمودارهای دیگر رو هم مقایسه کنم، یعنی من کولینگ رو هم وصل میکنم به اول پلات هم، هیتینگ هم رو هم من شیفت که یادم کولینگ، اینم هیتینگ و اینم از لایتینگ. بریم نمودارامون رو ببینیم. خب بالاترین نمودار که این بحث هیت پمپ ماست، بعدیش میاد الکتریسیتی امیشنمون. یک کم نمودارا چون ترتیبش متفاوته ما رو اذیت میکنه. من فقط میخوام یه نکته خیلی مهم رو بگم که اگر نگاه کنید اینجا با توجه به اون یعنی ما اگه یه ضرب ساده میخواستیم بکنیم این اطلاعاتمون بر هم منطبق شاید نمیشد. البته که الان یه کار خیلی مهم من میخوام بکنم و اونم اینه که اینا رو با هم جمع کنم تا بتونم بهتر خروجی رو به شما نشون بدم. چطوری جمع میکردیم؟ میرفتیم توی لیدی باگ، میرفتیم توی این لیدی باگ لگسی، لیدی باگ اصلی، بعد من اینجا arithmetic operation دارم، میگم دیتا کولینگ، دیتا هیتینگ، دیتا الکتریکال اکویپ، دیتا الکتریکال اکویپ، آپریترمونم ما اینجا جمع. برای من یه دونه دیتا جدید ساخت دیگه. فعلا این دیتا رو مقایسه میکنیم با دیتای مصرفی. بچه میتونستیم از خود کامپوننت های هانیبی هم استفاده کنیم. خب این دوتا نمودار ما رو هم انداخت بابت اینکه از این حالت هم در بیاد، اینه فلتن میکنه. خب اگه نگاه کنید این دوتا تا یه حد خوبی رو هم منطبق هستن ولی تطبیق کامل ندارن. چرا؟ به خاطر این هیستوریکال دیتایی بودش که مربوط به این زوم بود و نحوه متفاوت تولید گرمایی که ما اینجا تولید برقی که داریم و نرخ نشر متفاوتش در طول سال. خب این شد نرخ نشر کربن ما. بریم ولی یه کار جالب دیگه همینجا بکنیم. من ممکن بود که آقا اصلا نرخ نشر کربن رو نخوام. چی رو میخواستم؟ مثلا میخواستم بدونم که آقا کربن تو فضای داخلی من به عنوان در واقع آلودگی کانتامینت میشه، آلوده کننده هوا چطوریه. این رو هم باز من میتونم از توی میجر به دست بیارم، ولی یه روش دیگه هم استفاده از این ادیشنال استرینگ، این یه مقدار حرفه‌ای تره، با هم مرورش کنیم. خب من میرم سراغ اچ پی انرژی، میرم دوباره سراغ مدل تو او اس ام و یه مدل تو سیستم جدید میارم. ای پی دبلیو فایل همین ای پی دبلیو فایل، مدلم همین مدل و یه تاگل میارم. اینم از تاگل من. خب من میخوام یه نوشته یه اینا اصلا زد در بزنیم نه فوز کنیم. additional string همجور که از اسمش معلومه یه نوشته متنیه. خب
این نوشته متنی یه سری از خروجی های فایل IDF که مربوط میشه به انرژی پلاس رو فعال میکنه برای ما، برای اینکه محاسبه بهتری بتونیم انجام بدیم. من دو تا بک اسلش میزنم، یه پنل میارم، اینکه حالا این تکست رو چطوری مینویسیم رو به شما میگم، ولی فعلا یکی از تکست هایی که من خودم دارم رو کپی میکنم و اینجا پیست. بریم بخونیم به ترتیب چی هست و این داره چه کار میکنه. میدونید که بچه ها دیگه ما میتونیم الان کنیم تکست رو، من الان لفت میکنم. خب به ترتیب ببینیم چی گفته. گفته آقا این چیزی که من ازت میخوام زون ایر کانتامینیت بالانس، کربن دی اکسید کانسنتریشن، یعنی غلظت کربن دی اکسید رو به من بگو. من یه دونه برنامه آوتدور کربن دی اکسید دارم، اگه خواستید یکم حرفه‌ای تر کار کنید این رو میتونید از اطلاعات آب و هوایی که نه، آلودگی هوایی که شهرداری تهران منتشر میکنه بگیرید. جنریک کانتامینن کانسنتریشن رو نمیخوام و یه دونه هم آوتدور جنریک کانتامینت اسکیجول دارم که جفت اینا همون اسکیجول کربن دی اکسید من. بعد چی میگه؟ حالا اسکیجول رو تعریف میکنه، میگه کربن دی اکسید اسمش میتونه هر شماره داشته باشه از ساعت از تا انتهای سال 24 ساعت است هر روز هفته، و اینجا ما نرخش رو تقریبا ثابت فرض کردیم و ریپورت فریکونسی هم که میخوایم ازش ساعتی. خب من اینو وصل میکنم به ادیشنال استرینگ هم و ترو میکنم این رو. یه مقدار صبر میکنیم تا آنالیز ما انجام بشه. حالا این تا داره خروجی رو میگیره، این به چه درد ما میخوره؟ اون دوستانی که دارن روی ایندور ایر کوالیتی یا IAQ کار میکنن به خوبی میتونن از این موضوع الان استفاده کنن و غلظت دیوکسید کربن رو تو هوای داخل زون ارزیابی کنن. یه 5 ماه دیگه و 4 ماه دیگه تموم ما میتونیم اینو ببینیم. خب همینجا چطوری دوباره میتونیم این داستانو بخونیم؟ ما یه دونه کاستم ریزالت یا یه دونه آوتپوت جدید باز کردیم. پس من میرم سراغ همین HBRuit custom result، SQL هم رو وصل میکنم، دوباره یه پنل میارم و پیست میکنم چیزی که میخوام. حالا من دوباره از یه جایی کپی کنم و بیارم براتون و به زودی هم نشونتون. این پیست، اینم این. دوباره دیتایی که من دارم، چون اینجا گفتم reporting frequency hourlyه، variable name هم بچه همین variable nameیه که اینجا نوشتم دیگه. یکم ساختار، یعنی یه جورایی additional string ساده شده یه measure و همه اطلاعاتی که ما تو measure لازم داریم و این تو داریم می‌نویس. خب بریم این result رو هم ببینیم. من میرم توی ladybug و اینجا hourly plot هم رو میارم، دیتا هم رو وصل میکنم و میبینم. فقط من دیتا های بالا رو هایدشون کنم، اشتباهی پایین میخوادش. خب غلظت کربن دی اکسید رو به واحد پی پی ام به من گفت. یه نکته یه خیلی جالب، اگر یکم حواستون بوده باشه این نمودار یه مقدار شبیه چه نموداریه که ما داریم؟ نمودار حضور افرادمونه. و اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر این رو با هم بررسی کنیم، من دوباره از این مکانیکال ونتیلیشن لودم یا موارد دیگه مثل فن الکتریک هم میتونم که یه خروجی بگیرم و وصلش کنم دوباره به اورلی پلات هم. این شیفت رو هم نگه میدارم. اگه نگاه میکنید فقط میخوام بگم که این موضوع ارتباط مستقیمی با بحث ما پیرامون تأسیسات و تهویه هوا و موارد اینطوری نداره. یه ارتباطی البته با تهویه هوا داره، ولی با تهویه هوای سیستم‌های مکانیکیمون نداره. به صورت مشخص این اسکیجول تقریبا همون اسکیجولی هستش که ما برای بحث حضور افراد داریم. ولی همینطور که داریدم میبینید اینجا ما یه اتفاقی رو اینجا داریم و اون اتفاق مهم اینه که بعد از اینکه افراد حتی فضای اداری رو ترک میکنن یه زمانی میبره تا اون غلظت CO2 هوایی که توی محیط هست کاهش پیدا کنه. حالا میگم میشه کارهای مختلف کرد توی این حوزه و نتایج مختلفی رو هم گرفت. و
ولی بریم سراغ بحث اصلی. من اینو از کجا آوردم؟ جایی که من اینو آوردم یک سایتی هست، این سایت تحت عنوان بیگ لدر. اینجا مشخصا برای بچه هایی که دارن روی انرژی پلاس و اوپن استودیو کار میکنن یه سری کیت داره، سورس داره که مطالعه. یکی از چیزهای خوبی که داره اینجا بحثایی هستش که مربوط به آوتپوت و اینپوت ها میشه. من آوتپوت هایی که دلخواهم و مد نظرم و هم رو میتونم اینجا پیدا کنم، وارد کنم و نتایجش رو خروجی بگیرم. اگه نگاه کنید یه لیست مفصلی هم ما اینجا داریم از خروجی هایی که میتونه مد نظرمون باشه. مثلا ما داشتیم الان رو چه حوزه کار میکردیم؟ روی ایر کانتامینت. میتونید حتی میگم volatile organic contaminant یا VOC رو که از سطوح شما در واقع منتشر میشن رو هم اینجا وارد کنید. من اگه بزنم اینجا رو از ما remover rate میخواد. میبینید شما قشنگ تعریف میکنید هر surface nameتون چقدر، چطوریه، چه میزان داره آزاد میکنه و همه فرمول هایی هم که داخل انرژی پلاس نوشته شده رو این تو بهش دسترسی دارید. و من هم از اینجا کپی کردم، یعنی این دیتا هایی که خواستم رو از اینجا برداشتم و کپی کردم. یه نکته ای که مثلا از من خیلی سوال میشه، این دقیقا کدی بود که حالا ما استفاده کردیم، این نکته که از من خیلی سوال میشه و این اون اسکجولی که حالا یعنی این همون IDF اگزمپلیه که من اونجا کپی پیست کردم، بحث مثلا کولر آبیه. یا آقا من کولر آبی رو چطوری میتونم مدل کنم توی لیدی باگ هانی بی؟ میگم راهش اینه، توضیح داده که حالا این دقیقا کولر آبی نیست ولی خیلی نزدیک به کولر آبی که ما داریم. نوداشو اینجا داریم، دایرکت پد اریا، دپسا، سیستم اواپوریتیو کولر و خروجی ها، و از به این روش به راحتی با کپی پیست کردن این اطلاعات و گرفتن خروجی ها میتونید که بحث کولر آبی رو یعنی محاسبه کنید. چیزی که ما داریم اون روش دایرکت بود که خیلی نزدیک به این کولرهای آبی متحرکی که ما داریم، این روش این دایرکته که خیلی شبیه داره به کولر آبی که ما توی خونه هامون داریم استفاده میکنیم. از اینجا به راحتی میتونید هر کدی که مد نظرتون هست IDFش رو بنویسید و به راحتی اینجا additional string وصل کنید و خروجی بگیرید. امیدوارم که این ویدیو به کارتون اومده باشه. دیگه شما تبدیل شدید به یک کاربر حرفه‌ای انرژی پلاس و اوپن استودیو. میتونید به راحتی دیگه منتظر آپدیت جدید لیدی باگ و مسائل اینطوری نباشید. هر مسئله ای رو که مد نظر خودتون هست به راحتی محاسبه کنید، ارزیابی کنید و نتایجش رو به اشتراک بذارید. یک نکته توی پرانتز هم بگم، ما با همون فرمول هایی که دیدی، یعنی با این فرمول هایی که توی این سایت هست، میتونیم همه این موارد خودمون رو هم حساب کنیم. یعنی آقا من میدونم نرخ افراد چند نفر حضور دارن، نرخ تنفسشون چقدر، چقدر دی اکسید کربن تو فضا آزاد میشه، مساحت صفحه ها رو بگیرم، نرخ نشرشون رو محاسبه کنم یا از جداول فنی مصالح استخراج کنم و عددو اینجا وارد کنم و بنویسم. خب و واقعا هم لیدی باگ و محیط گراساپر خیلی مستعد این کاره، ولی این روش خیلی خوبیه اگه داری توی تیمی که دوستان تحصیلات مکانیکی هم حضور دارن ازش استفاده کنی. نکته نهایی، پیشنهاد من استفاده از additional string ها نیست. امکان اشتباهتون اینجا، مخصوصا اگر به نحوه‌های پر کردن فیلدا توی انرژی پلاس مسلط نباشید، خیلی زیاده. پیشنهاد من اینه که خیلی ساده وارد همین لینکی که من فرستادم براتون میشید. ما اینجا انواع حالتهای اندازه‌گیری رو داریم، هر کدوم از اینا رو که خواستید وارد میکنید، نتایجش رو میبینید. خیلی راحت تنوع لازم رو هم داره، سیستمای EMS انواعش اینجا وجود داره، میتونید بهترین خروجی ها رو بگیرید. یکی از پرکاربردترین های فولدر هایی هم که اینجا هست این Add Output Variable هست. اینجا میتونید آوتپوت مد نظرتون رو مشخص کنید با یونیت و یعنی اگه نگاه کنید فقط Reporting Frequency, Type, Unit, Variable Name, String، این شبیه چیه؟ شبیه دقیقا موضوعی هستش که ما اینجا داشتیم می نوشتیم دیگه. Output Variable
این منظورم اینه که همین کاری که ما کردیم اینجا رو به راحتی میتونستید با اون میجر انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و مسیر حرفه‌ای رو که شروع کردید رو به بهترین نحو در حال ادامه دادنش باشید.